یک عضو شورا موضع خاصی درباره این موضوع دارد، در حالی که عده قابل توجهی از اعضا موضع دیگری دارند. به نظر من هیچ توافقی در شورا در این باره وجود ندارد. بنابراین رئیس شورا در موقعیتی نیست که اقدام بیشتری انجام دهد. مخالفت رئیس دوره شورای امنیت با طرح آمریکا برای برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل. همزمان ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از دو محل موافقت کرد. آیا این پایان مکانیسم ماشه است یا آمریکا هنوز تیرهای دیگری در ترکش دارد؟ این سوالمان از یک تحلیلگر مسائل ایران و آمریکاست. یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران یا نرمشی از روی ناچاری؟ این سوال را با دو مهمان برنامه در میان خواهیم گذاشت. در ادامه برنامه امشب دست کم 100 کشته و 250 زخمی در سیل افغانستان. وضعیت در پروان بحرانی است. ما در شرایطی که در سخت‌ترین تحریم هستیم، اون آرزوی 42 ساله رو برآورده کردیم. تخفیف 100% برای تشویق صرفه‌جویی. 4 دهه بعد از وعده آیت الله خمینی، روحانی از مجانی کردن برق کم مصرف ها خبر داد. و درخواست مسی برای ترک بارسلونا بعد از 20 سال. کار ستاره آرژانتینی و باشگاه اسپانیایی به دادگاه می کشد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. چند ماه بعد از تفره رفتن‌های ایران و هشدارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران پذیرفت که به آژانس اجازه بدهد تا از دو محل مشکوک به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای در سال‌های گذشته بازدید کند. در عوض آژانس پذیرفته که در چارچوب فعلی درخواست دیگری از ایران برای دسترسی به مکانهای دیگر و سوالات بیشتر به غیر از مکانهایی که از قبل اعلام شده نداشته باشد. همزمان جدال بر سر برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل دیشب با تحولی پیش‌بینی نشده روبرو شد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که این نهاد گامی برای فعال کردن گزینه ماشه بر نخواهد داشت. آمریکا 6 روز پیش با ارائه شکایتی به شورای امنیت اعلام کرد که به دلیل نقض گسترده برجام توسط ایران، گزینه ماشه را فعال کرده. این گزینه می‌تواند به بازگشت تمام تحریم‌هایی که پیش از برجام در شورای امنیت تصویب شده‌اند بیانجامد. اما تلاش آمریکا با مقاومت گسترده جامعه جهانی روبرو شده. توافق ایران و آژانس به چه معناست و آمریکا چه گزینه‌ای در اختیار دارد؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. معمای گزینه ماشه در شورای امنیت سازمان ملل در آخرین جلسه این شورا چرخشی دور از انتظار پیدا کرد. جلسه برای بررسی مسئله اسرائیل و فلسطینی‌ها تشکیل شد. اما در میانه سخنرانی‌های طولانی، ابتدا واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل و کمی بعدتر ژانگ جون سفیر چین در سازمان ملل هر دو مسیر سخنرانیشان را از مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها به برجام و ایران و اقدام اخیر آمریکا برای فعال کردن گزینه ماشه تغییر دادند. هر دو کشور مواضع خود را در این باره تکرار کردند و گفتند که آمریکا عضو برجام نیست و نمیتواند با گزینه ماشه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند. وقتی نوبت به ریاست دوره‌ای شورای امنیت یعنی دیان دیجانی سفیر اندونزی در سازمان ملل رسید، او ابتدا به عنوان نماینده اندونزی درباره اسرائیل و فلسطین سخنرانی کرد و در پایان سخنرانی ناگهان آب پاکی را ریخت روی دست آمریکا. حالا می‌خواهم برگردم به موقعیتم به عنوان رئیس شورای امنیت. سوالاتی از طرف فدراسیون روسیه و بعضی اعضای دیگر از من پرسیده شد. بعد از مشورت با اعضا و همچنین بر اساس نامه‌هایی که دریافت کردم، برای من روشن است که یکی از اعضا موضع منحصر به فردی درباره مسئله دارد، در حالی که عده قابل توجهی از بقیه اعضا
با این نظر مخالفند. به نظر من درباره مسئله در شورا اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین رئیس شورا نمیتواند اقدام بیشتری انجام دهد. موضعی که با حمایت بسیاری از اعضا از جمله نمایندگان کشورهای اروپایی روبرو شد و طبیعتاً نماینده آمریکا هم با ناراحتی گفت که دولت ترامپ به هیچ وجه از اینکه در این موضوع تنها بماند ناراحت نیست و این دیگران هستند که به گفته او طرف تروریست ها ایستادند. ریشه اختلاف نظر فعلی بر سر تفسیرهای متفاوت از قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت است. قطعنامه‌ای که بعد از برجام تصویب شد و مکانیزم ماشه بخشی از آن است. عمق اختلاف به حدی است که گویی شورای امنیت این نهاد قدیمی که از آن به عنوان قدرتمندترین نهاد حکمرانی جهانی نام برده می شود با بن‌بست روبرو شده. بن‌بستی که از مجادله قدرت میان آمریکا و دیگران شکل گرفته و سرنوشت تحریم های ایران هم به نتیجه این مجادله گره خورده. این مسئله شورای امنیت و باید در شورای امنیت هم حل بشه. دقت کنید که این اختلاف آمریکا و ایران یا شورای امنیت و ایران نیست، بلکه اختلاف آمریکا و باقی امضا کنندگان برجامه. در نظر داشته باشید که شورای امنیت ارگان سیاسی سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری ارگان حقوقیش. دادگاه به پرسش‌های حقوقی می‌پردازه و شورای امنیت به پرسش‌های سیاسی. این مشکل هم یه اختلاف سیاسی تا حقوقی. برای دولت کنونی آمریکا نیز همین بعد سیاسی است که موجب شده تا هدف نهایی یعنی بازگشت 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران چشم‌اندازی قابل دسترس به نظر برسد. اما حتی برای بعضی از فعالانی که از سیاست‌های کنونی دولت دونالد ترامپ حمایت می‌کنند هم آسان نیست که نتیجه نهایی این مجادله را به شکل روشنی پیش بینی کنند. I think it's hard to tell and it's hard to predict right now because this is unprecedented really. This خیلی دشواره که بشه پیش بینی کرد آخرش چی میشه، چون وضعیت بی سابقه ای شکل گرفته و از اتفاقاتی نیست که به طور معمول در شورای امنیت رخ میده. حتی اگر در پایان 30 روز کماکان آمریکا اعلام کنه که تحریم های شورای امنیت برگشته، چین، روسیه و حتی 3 کشور اروپایی استدلال خواهند کرد که این اتفاق نیفتاده. اما در نهایت آمریکا ابزارهای زیادی در دست داره و میتونه حتی اعضای شورای امنیت رو هم تحریم کنه. این تحریم ها بسیار کارسازن و من فکر میکنم که به همین دلیل بعد از 30 روز خیلی ها از هر گونه معامله با ایران خودداری خواهند کرد. به این ترتیب پرسش کلیدی اثر چنین تحولاتی بر نهادی است که در چارچوب ساختار کنونی حکمرانی جهانی اعتبار تصمیماتش به قدرت اعضایش گره خورده. در نهایت چه کسی باید تعیین کند که قطعنامه های تحریم ایران که در اینجا شورای امنیت سازمان ملل تصویب شدند برای همه کشورهای جهان لازم الاجرا هستند یا نه؟ شورای امنیت همواره نهادی بوده که زیر سلطه قدرت‌های بزرگ قرار داشته. روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا. کنترل همیشه دست اینا بوده و تغییری نکرده. ضمن اینکه این اولین بار نیست که در شورای امنیت اعضای دائمی بر سر مسئله ای اختلاف نظر اساسی دارند. اما مکانیزم به شکلی طراحی شده که با حق وتو برای شورا غیر ممکنه که وقتی این قدرت ها بر سر موضوعی اختلاف دارند بتونه کاری انجام بده. این مکانیزم جلوی فروپاشی شورای امنیت رو گرفته. من بحران اخیر رو نتیجه تصمیمات گروه کوچیکی از تندروها در کاخ سفید میدونم که در تلاشن تا بحران سیاست خارجی درست کنن و در آستانه انتخابات رژیم خودشون رو توجیه کنن. اونا از یه بحران بین المللی اینچنینی در انتخابات نفع میبرن. موضوعی که از نظر بسیاری در موضع‌گیری های این شورا هم اثر گذاشته. در نهایت با گزینه ماشه یا بدون آن کمتر از 70 روز به برگزاری انتخاباتی مانده که اگر در آن دونالد ترامپ بازنده باشد، نماینده آمریکا در این جلسه موازی به کلی متفاوت اتخاذ خواهد کرد و خط‌کشی های این مجادله بار دیگر ترسیم خواهد شد. کیوان حسینی، بی بی سی. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ماست. آقای فیتزپاتریک، خوش آمدید به برنامه. در ابتدا از توافقی که ایران و آژانس امروز بهش رسیدند شروع بکنیم. آیا این توافق، در این توافق هر دو طرف برنده هستند یا برنده و بازنده‌ای وجود دارد؟
این یک نمونه خوبی بود از دیپلماسی هنرمندانه. هر یک از دو طرف میتونن مدعی بشن که اون چیزی که میخواستن بهش رسیدن. آژانس میتونه بگه که دسترسی پیدا کرده و دولت ایران میتونه بگه که این دسترسی محدود فقط به این دو تا سایت. بنابراین برد برد بوده. من میتونم بگم در بخشی از این توافق آژانس میگه که پذیرفته که در چارچوب فعلی درخواست دیگه ای از ایران برای دسترسی به مکانهای دیگه و سوالات بیشتر نداشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی این که فقط بحث درباره این دو محل مشکوکه یا اینکه ممکنه به بقیه فعالیت‌های گذشته هسته ایران هم قابل تعمیم باشه؟ هر یک از دو طرف میتونه این رو به یک طریق متفاوتی تفسیر کنه، اما معنیش اینه که آژانس خواهد خواست فقط به این دو سایت دسترسی داشته باشه برای زمان حال در چارچوب کنونی. معنیش اینه که اگر آژانس یک چیزی کشف کنه، یک چیز مشکوکی رو در یکی از این دو تا سایت کشف کنه، اون وقت میتونه سوالهای بیشتری مطرح کنه، برای اینکه اون وقت کانتکست یا چارچوب اطلاعات متفاوت میشه چون اطلاعات تازه‌ای کشف شده. آقای فیتزپاتریک، با توجه به اینکه این دو محل مشکوکی درباره صحبت میشه سالها مربوط به سالها پیشه، اساسا ایران اگر که فعالیت مشکوکی هم کرده یا امکان پاکسازی کامل داشته، بازرسان میتونن چیزی به دست بیارن از بازرسی اون محل؟ این یک سوال مهمیه. میدونید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علاقه مند بود که یک سایت دیگر رو هم دسترسی داشته باشه که مدعی بودن که ایران تمیزش کرده و پاکسازیش کرده، تمام لایه فوقانی خاک رو و بوته ها و درخت ها رو همه رو جابجا کرده بود، حذف کرده بود. بنابراین امکانش هست که همه نشانه ها و رد ها رو ناپدید کردن، نابود کرد. اما وقتی شما در مورد این دو سایت نگاه میکنید، شواهدی وجود نداره که ایران در این دو مورد این کار رو کرده باشه. بنابراین ممکنه که آژانس بتونه برسه به نشانه های از فعالیت های غیر مجاز گذشته اگر که این فعالیت ها انجام شده باشن. واقعا در کانتکست بزرگتر اگر بخوایم نگاه بکنیم، توافق امروز ایران و آژانس چه تأثیری بر خصومت آمریکا و ایران میتونه داشته باشه؟ این یک تحول خیلی مهمیه برای ایران، به این دلیل که اگر نمیتونستن امروز به یک سازش و توافقی با آژانس برسن، اون وقت آژانس میرفت و به فشار خودش ادامه میداد و ایران رو محکوم میکرد در نشست بعدی شورای حکامش، و اون وقت در پایان سال حتی ایران رو اعلام میکرد که از تعهدات خودش در چارچوب پادمان ها عدول کرده، و اون وقت اون ترکیب میشد با تلاش های آمریکا برای فعال کردن مکانیزم موسوم به ماشه یا اسنپ بک. ایران داره تمام تلاش خودش رو به خرج میکنه تا اینکه از این قضیه پیشگیری کنه، و طبیعتاً این بحث آژانس، ناخرسندی آژانس میتونست کمک دیگری باشه به بحث ماشه، ولی خب الان اتفاق نخواهد افتاد چون ایران تونسته که با آژانس به توافقی برسه. متشکرم. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با ما. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه، سینا عزادی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن دی سی به ما پیوسته، و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا و عضو تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما هستند. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای کیان، با شما شروع بکنیم. نظر شما چیه درباره توافق ایران و آژانس و تأثیری که میتونه بر بحران بین ایران و آمریکا بگذاره؟ ببینید، اصل اول هر بازرسی این است که استقلال درش حفظ بشه، یعنی که بازرس بایستی بتواند که بازرسی کند بدون دخالت کسی که کنترل محل بازرسی رو در دست داره. وقتی که کسی میگوید که بله شما بیاید اینجا، ما شما رو میبریم به یک محلی و شما میتوانید اون محل رو بازدید بکنید،
و کنترل استقلال از دست بازرس خارج می شود، به طور کلی و از لحاظ فنی این بازرسی اهمیت خودش رو از دست میده. یعنی دنیا داره مشاهده میکنه که جمهوری اسلامی میگوید که بله آژانس اگه میخواد بیاد و بازدید بکنه، بله ما شما رو میبریم به یک محل خوشاب و هوا، شاید یک پارک، شاید یک محل صنعتی و اونجا میتوانید هرچی دلتون میخواد بازدید بکنید، ولی حق ندارید راجع به هیچ مسئله دیگه ای صحبت بکنید. آژانس هم موافقت میکنه. این به نظر من یک قرارداد به شوخی بیشتر شبیه تا یک قرار جدی. و البته من فکر میکنم که مسائلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بهش توجه میکنه متفاوته از تصمیمات شورا. یعنی ضرورتا شورای امنیت اون حرکت رو دنبال نمیکنه، کما که میبینیم 13 عضو به تبعیت از ریاست دوره شورا تصمیمی رو که گرفتن اعلام کردن و ما معتقد هستن که آمریکا حق نداره که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. ولی باز توجه داشته باشیم که مسئله تحریم ها به صورت کالایی نیستن، تحریم های مالی هستن و هیچ عملیات بانکی در دنیا مشکل صورت بگیره بدون اینکه از کانال های رسمی بانکی آمریکا بتواند که رد بشود. بنابراین باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. من فکر نمی کنم که آژانس بین‌المللی بتواند که مدارکی به دست بیاورد برای که دولت جمهوری اسلامی هم که متخصص به قول وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ما دکترا داریم در دور زدن تحریم ها، بنابراین دکترا هم دارن در پنهانکاری. آقای عزادی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که بازرسان آژانس استقلال عمل نخواهند داشت؟ نه، من همچین فکری نمی کنم. برای اینکه بیانیه آژانس اونطوری که میگه این دوتا بازدیدی قرار انجام بشه در چارچوب تعهدات پادمانی ایران، Comprehensive Safeguard Agreement و پروتکل الحاقی که ایران امضا کرده و یه مسئله، و توی اینجور بازدیدها اگر آژانس ببینه که با دولت ایران یا هر دولت دیگه ای همکاری نمی کنه مسلمان اونو گزارش می کنن و برای ایران، دولت ایران که الان سعی میکنه که آژانس رو در کنار خودش نگه داره، این مسلمان خبر بدی خواهد بود چون اگر آژانس اینو گزارش بده. بنابراین من فکر نمیکنم که ایران بخواد اصلا در همچین شرایطی بخواد آژانس رو محدود بکنه. ولی به نظر من یه نکته مهمی که هستش اینه که توی گزارشی که خود آژانس هم گفته بودش اینه که یعنی حالت بورد بورد شده برای هر دو طرف، اینه که گفته بودن که ایران به صورت داوطلبانه این به اصطلاح بازدیدها را اجازهش میده و به عنوان یعنی وظیفه ای نداره. این یه به نظر من یه برد تبلیغاتی برای ایران، حالا برد دیپلماتیکه. از یه طرف هم آژانس میتونه به اون دو تا سایتی که خیلی به علاقه داشته که بازرسی کنه بهشون دسترسی پیدا بکنه. آقای کیان، شنیدید صحبت آقای عزادی رو که به نظر میاد که از ایدهشون این یک توافق برد برد برای ایران و آژانسه؟ خب این نظر ایشون هست. من فکر نمی کنم که از لحاظ فنی با تجربه‌ای که متخصصین در امر بازرسی به طور کل دارن، ببینید من شنیدم که صحبت میشه که آژانس با محدودیتی مواجه نیست. خب چطور شما این صحبت رو میکنید در حالی که اصل قرارداد اینه که محدودیت باشه؟ آژانس به وضوح گفته که ما اون مفاد پادمانی رو در قرارداد به هیچ عنوان بهش توجه نخواهیم کرد، بهش سوالی نخواهیم داشت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم، باز هم میگم، نمیشه این کار کرد که عدم استقلال بازرسی رو در حقیقت بیمورد میکنه. یعنی فرقی نمیکنه که شما بازرسی کردین یا نکردین، موضوع بازرسی میگوید شما حق بازدید از اون جایی رو که خودتان میخواهید یا حق سوال در مواردی رو که خودتان میخواهید ندارید. شما سوالات از پیش تعیین شده، جواب هم که تعیین شده است، دو تا محل که بایستی بازدید بشه بازدید میشه و به نظر من بسیار بسیار غیر منطقی است که ما این رو قبول بکنیم به عنوان یک حرکت مستقل و به عنوان یک حرکت شفاف. حالا بله، صحبتی شد در مورد که این ممکنه یک امر تبلیغاتی باشه، ولی تبلیغات هم دیگه کار نمیکنه برای جمهوری اسلامی. این دستی است که رو شده وقتی وزیر امور خارجه دولتی میگوید که ما تخصص داریم در دور زدن تحریم ها،
همونطور که گفتم میتواند تخصص داشته باشند در پنهانکاری، بنابراین خیلی عجیبه که بشنوم که انکار میشه که اینجا استقلالی وجود نداره. بسیار خب، اگر یه سر بزرگتر بخوایم نگاه بکنیم، بحث مکانیزم ماشه و در واقع اظهارات دیروز شورای امنیت سازمان ملل، آقای عزادی فکر میکنید که آمریکا چه گزینه‌ای پیش رو داره؟ آیا اساساً گزینه‌ای باقی مونده برای به کار انداختن مکانیزم ماشه؟ من فکر میکنم دولت آمریکا هر چقدر که بقیه اعضا مخالفت بکنن اون حرکتش رو انجام میده، ولی مسئله اینه که 30 روز بعد از الان که آمریکا از طرف آمریکا این تحریم‌ها برگشته باشه و از طرف بقیه اعضای شورا تحریم‌ها برنگشته باشه، شما عملاً توی دو تا دنیای مختلف زندگی میکنید. دنیایی که آمریکا از نظرش تحریم‌های سازمان ملل برگشتن و دنیایی که متحدای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و رقبای آمریکا، روسیه و چین اون تحریم‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسن. آیا آمریکا میتونه با قدرت اقتصادی که داره اونها رو به اصطلاح تهدید بکنه؟ بله مسلماً. برمیگردیم به این داستانی که کشورهای قدرتمند اون کاری که میخوان و بالاخره انجام میدن. این در کوتاه مدت ممکنه به نفع آمریکا باشه. بله آمریکا میتونه تحریم‌ها رو اعمال بکنه. ولی مسئله اینه که در بلند مدت شما چه خواهید داشتش؟ اینه که ببینید وقتی تاریخ قرن 20 رو نگاه میکنید، آمریکا توی جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی و جنگ سر پیروز شد برای اینکه متحدای خودش کنارش داشتش. ولی زمانی که آمریکا نه تنها متحداشو کنارش نداره و رقباش هم علیهش در کنار رقباش دارن کار میکنن، بنابراین من فکر میکنم در بلند مدت به نفع آمریکا خواهد بودش، به نفع خود منافع ملی آمریکا نیستش. آقای کیان، آمریکا بدون اروپایی‌ها و چین و روسیه چطور میتونه فشار رو بیشتر از این به ایران اعمال بکنه با توجه به اینکه تاکید میکنه که فشار حداکثری در ایران داره اعمال میشه؟ ببینید اونجایی که صحبت سر مقایسه منافع و هزینه‌ها میرسد، بایستی توجه داشته باشید که کشورهایی که در مقابل آمریکا قرار گرفتند به روابط اقتصادی خودشان با آمریکا به همان اندازه اهمیت میدهند که به حمایتشان از جمهوری اسلامی. حداقل بایستی ببینیم که تا کجا اینها حاضر هستند. ببینید وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه چین و نه روسیه و نه اروپا وقتی که اونجایی که بایستی تصمیم گیری به صورت واقعی و حساس انجام می شده در حقیقت زبانی حمایتشون رو از جمهوری اسلامی اعلام کردن. واقعا من در دراز مدت فکر می کنم که بازنده اصلی جمهوری اسلامی خواهد بود، برای که جمهوری اسلامی امروز آبروی سیاسیش رو از دست داده. ببینید چرا من تحلیلگر امروز می نشینم و باور نمی کنم جمهوری اسلامی رو؟ چون دروغ گفته، مرتب دروغ گفته. همونطور که گفتم وزیر امور خارجه، یک مقامی که در رأس دستگاه دیپلماسی یک کشور قرار گرفته، به استراحت میآید و میگوید بله ما دروغ میگوییم، ما پول داشتیم پولمون رو گم کردیم، ما دور میزنیم تحریم ها رو. خب اینا رو من نگفتم، اینا رو خودشون گفتن که تکرار میکنیم. آقای عزادی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا پای منافع اگر که بیاد، کشورهایی که الان روی کاغذ مخالف سیاست آمریکا هستند، در نهایت در موضع آمریکا قرار میگیرن؟ من فکر میکنم اگر هم نخوان به زور تهدید و شاید تطمیع وارد به اصطلاح کمپ آمریکا باشن، برای اینکه بالاخره به آمریکا احتیاج دارن. یعنی ببینید مثلا آلمان به آمریکا برای امنیتش احتیاج داره، منافع اقتصادی داره. ولی من فکر میکنم که ببینید، بازم حرفمو تکرار میکنم، این از زمانی که سازمان ملل درست شده و حتی قبلش، شما سابقه من حداقل ندیدم که در جایی این سه تا کشورها تاکید میکنم بیان به بیانیه این چنین شدید و لحنی بدن و بگن دولت آمریکا اصلا حق قانونی نداره که همچین چیزهای رو، تحریم‌های رو اعمال بکنه. بله بازم تاکید میکنم اینها چاره‌ای نخواهند داشت، اونها مسائل خودشون رو با ایران، به اضافه اینکه اونها مسائل خودشون رو با ایران دارن. ولی مسئله اینه که در بلند مدت چی میشه. یه مسئله خیلی کوتاهی من فقط بگم، اینه که بگیم که این دروغ میگه یا اون دروغ میگه، مسئله سوال اینجاست کی راست میگه. آیا وزیر خارجه آمریکا همیشه میاد راست میگه؟ نه. آیا وزیر خارجه ایران همیشه میاد راست میگه؟ نه، همچین چیزی نیستش. بنابراین اینه که بخوایم بگیم که
این شخص یا اون شخص یا اون کشور یا اون کشور دروغ میگه، این یه مقدار جانبدارانه است. یعنی همه در سیاست بین الملل باید دروغ بگن، اگر دروغ نگید اصلا سیاست بین الملل جلو نمیره. آقای کیان 30 ثانیه پایانی برای جمع‌بندیتون لطفا. دروغ داریم تو دروغ. ببینید، اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی در ایران رو با اعتبار بین المللی بزرگترین اقتصاد دنیا و بزرگترین قدرت نظامی دنیا مقایسه کردن واقعا جای لبخند داره. فقط من فقط اینو میتونم بگم. ولی ببینید، یه موردی رو باید توجه داشته باشیم که بله، آمریکا دلیل داره برای کارش و اون این نیستش که همه دروغ نمیگویند یا همه شاید حقیقت رو نیمی از حقیقت، بخشی از حقیقت میگویند. دلیل است که آبروی سیاسی جمهوری اسلامی در دنیا به طور کلی رفته و جمهوری اسلامی امروز نمیتواند روی حمایت اروپا، چین و روسیه به صورت سابق حساب بکنه. برای که دیدیم اون جایی که واقعا سر به زنگاه بایستی به کمک جمهوری اسلامی می آمدن، منافع خودشون رو همونطور که باید به منافع جمهوری اسلامی عجب دونستن. اصل اول شکل‌گیری سیاست خارجی است. بسیار خب، آقای عزادی 30 ثانیه ارزیابی نهاییتون لطفا. من حرفمو تکرار میکنم. به نظر من اینه که ایران این همچین تصمیمی گرفته که با آژانس همکاری بکنه به خاطر اینه که من فکر می‌کنم یک جوابی هستش به حرکت اروپایی‌ها، روسیه و چین، اینه که به اصطلاح ادعای دولت آمریکا رو به رسمیت نشناختن. به نظر من یک حداقل در و ایران احتیاج داره که آژانس رو در کنار خودش فعلا نگه داره. آیا اینی که آمریکا خواهد تونست تحریم‌هاش رو اعمال کنه؟ بله خواهد تونست، ولی در ممکنه در کوتاه مدت ببره، ولی به نظر من در بلند مدت به نفع دولت آمریکا و منافع ملی آمریکا نخواهد بودش. متشکرم از شما. سینا عزادی، پژوهشگر رابطه بین الملل، و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخت در تلاش است تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده دوباره پیروز شود و برای 4 سال دیگر سکان ایالات متحده را در دست داشته باشد. کمتر از 10 هفته به پایان این ماراتن مانده و آقای ترامپ مرتب از تصمیمش برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های سنگین علیه ایران به عنوان یک نقطه قوت دولتش در سیاست خارجی دفاع می‌کند. او در این حال می‌گوید که اگر دوباره رأی بیاورد، ظرف 1 ماه و حتی کمتر با ایران به توافقی تازه می‌رسد. اما اگر در کاخ سفید بماند، چه تصویری از سیاست او در قبال ایران داریم؟ هادی نیلی گزارش می‌دهد. حمله به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی یکی از محورهای شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های 4 سال پیش بود. وعده‌ای که به آن عمل کرد و تحریم‌های سخت علیه تهران را برگرداند، با وعده رسیدن به یک توافق جامع‌تر و فراتر از برنامه هسته‌ای. بعد 2 سال هنوز خبری از توافق جایگزین نیست، ولی او به تازگی بارها تکرار کرده که اگر دوباره رأی بیاورد، ظرف 1 ماه یا حتی کمتر با ایران به توافق برسد. شاید فقط ایران باشه که بیشتر از چین بخواد من بوازم، ولی من ظرف اولین 3 هفته بعد از انتخاب دوبارم با ایران به توافق میرسم. بی صبرن به توافق برسیم. من هم گفتم صبر کنید، میخوان ببینن چی میشه. ولی اگه بایدن ببره، با ایران یه توافق دیگه میبنده، مثل اونی که با جان کری بیکفایت و اوبامای بیکفایت بست. میگوید مقام های تهران ترجیح میدهند رقیبش، یعنی جو بایدن، نامزد دموکرات ها، رئیس جمهور شود. کسی که در کارزار انتخاباتیش قول داده در صورت از سرگیری اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران به این توافق باز میگردد. البته با نگاه به توافقی جامع تر از جمله درباره برنامه موشکی و فعالیت های ایران در منطقه. حامیان سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر تهران میگویند با وجود حرف از توافق ظرف 1 ماه، با ادامه ریاست جمهوری او این فشار ادامه مییابد. چماق تحریم ها. اما آیا خبری از هویج هم هست؟ خب من شخصا با مسئله شما و هویج میونه خوبی ندارم، ولی معلومه که فشار کافی نیست. فشار حد اکثری و فشار زیاد لازم بوده که ایران پشت کنه یا عبور کنه از یه سری از اهداف های سیاست خارجیش تو این 41 سال. 3.5 سال بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ که خودش به نامتعارف بودن آن افتخار می‌کند، تحلیلگران همچنان در معنی کردن چنین موضع‌گیری‌های او در می‌مانند.
خب میدونم که خیلی دشوار بشه فهمید وقتی دونالد ترامپ چنین حرفایی میزنه به چی فکر میکنه. او روشن کرده که شخص خودش خیلی علاقه‌منده به یک راه حل دیپلماتیک با ایران برسه تا جایگزینی برای برجام بگذاره. ولی سخت بشه گفت که آیا واقعا فکر میکنه میتونه ظرف چند هفته این قول رو عملی کنه؟ میخواد یک سیگنال بفرسته حاکی از اینکه قصد داره مذاکره کنه بدون اینکه زمان بندی مد نظرش باشه. به نظرم رسیدن به یه توافق حتی ظرف چند ماه خیلی هم دشوار خواهد بود، چه برسه به چند هفته. دونالد ترامپ درباره سیاستش در قبال ایران نیز از همپیمانان سنتی و دیرینه ایالات متحده یعنی بریتانیا و اروپا فاصله گرفت و در عوض هم پیمانان دیگری مانند اسرائیل، عربستان و امارات ثابت قدم کنارش ایستادند. ترامپ به نوعی به همپیمانان اروپاییش بدبین بوده. اینو میشه در موارد دیگه مراودهش با این کشورها هم دید. اینه که امکانش هست اروپایی‌ها یک دفعه ببینن که کاملا کنار گذاشته شدن و ترامپ رویکردش در قبال ایران رو جلو برده. حالا چه این رویکرد دیپلماتیک باشه و چه غیر از اون. این احتمال هم هست که اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه دیگه اونقدر به تقابل با اروپا اهمیت نده و سیاستش رو دوباره تنظیم کنه و بدبینی کمتری به اروپا داشته باشه. حامیان سیاست کنونی دولت آمریکا در قبال تهران امیدوارند که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ هم پیمانان اروپایی هم با این سیاست همراهی بیشتری نشان دهند، هرچند برخی از آنان هم به وعده چند هفته خوشبین نیستند. راستش میتونه دست کم یک سال یا بیشتر طول بکشه تا با ادامه اعمال فشار بر تهران در راستای وعده‌های انتخاباتیش و اهداف در سیاست خارجیش اروپایی‌ها متوجه بشن که اون کوتاه نمیاد. در اون صورت من فکر میکنم اروپایی‌ها سازش کنند و با آمریکا با ترامپ همکاری کنند. سابقه رؤسای جمهوری قبلی آمریکا در تمرکز بر رسیدن به یک دستاورد در حوزه سیاست خارجی در دوره دوم ریاست جمهوریشان به این گمانه دامن میزند که اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب شود بیشتر بر ایران تمرکز کند. در ترم دوم رئیس جمهورهای آمریکا پس از جنگ سرد دنبال یه میراثی خاصی هستند در حوزه سیاست خارجی. اگر یادتون باشه بیل کلینتون سعی کرد بین عرب و اسرائیل صلح را بیندازه، اوباما برجام رو گرفت و اگرم ترامپ دنبال یه میراثی در حوزه سیاست خارجی باشه و اونم یه معامله باشه با ایران، ولی معامله به هر قیمتی، ولی معامله برای فقط معامله و جمهوری اسلامی این رو بفهمه، همون شرایطی دوباره به وجود میاد که 2013 تا 2015 به وجود اومد که نتایجش برجام بود و ترامپ هم از این روند و از این راه برد باید پرهیز کنه. برخی تا قبل از خروج دونالد ترامپ از برجام یک سال و چند ماه بعد آغاز ریاست جمهوریش جدیت او در فشار آوردن بر تهران را جدی نمی گرفتند. در زمانی که پیشبینی تحولات تا خود روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر هم ناممکن به نظر می رسد، گمان زنی درباره مسیر حرکت دونالد ترامپ در قبال ایران دشوارتر است. ادامه فشار به امید تحولات داخلی در ایران و یا به امید عدول مقام‌های تهران از خواسته‌هایشان یا چرخش به سوی مذاکره. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. در شمال افغانستان بر اثر جاری شدن سیل در چاریکار مرکز ولایت پروان تا به حال دست کم 100 نفر کشته و 250 نفر زخمی شدند. آمار تلفات و خسارات هنوز نهایی نیست و ممکن است بیشتر شود. مقام‌های محلی تاکید کردند که اوضاع بحرانی است و امدادگران مشغول نجات کسانی هستند که زیر آوار ماندند. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان از جاری شدن سیل در دست کم 10 ولایت دیگر هم خبر داده. نصر نوا از کابل گزارش. این بار خبر از جنگ و انفجار نیست. فردای یک شبه به شدت بارانی است. سیل با زندگی مردم این گونه بازی کرده. چاریکار، مرکز ولایت پروان. باران از نیمه شب گذشته شدت گرفت و مردم محل را غافلگیر کرد. این حادثه طبیعی تنها خانه‌هایشان را نگرفته،
جان عزیزانی با سیل از بین رفته که توان صحبت را از آنها رو بوده. بیش از 65 کشته و 90 زخمی فقط در این محل پس از اولین ساعات روز. هرچند مردم منطقه آمار تلفات را بلندتر از این میگویند. نیروی نجات از صبح امروز دست به کار شده تا به داد کسانی که زیر آوار گیر ماندند برسد. اینجا فعلا یکش مونده دیگه برآمد است. در کجا؟ آدم اینجا. دیگه گریختیم. دیگه اونو که بدن گفت 7 نفر اونجا مونده است. 6 نفر ده او بالا مونده است. اینا 9 نفر اینجا مونده در این خانه. همزمان در دست کم 8 ولایت دیگر سیل خسار آور بوده. جانی و مالی. در نورستان هم باران شدید زیبایی های پارک ملی را با خود شست و برد. همین 2 ماه پیش زیبایی طبیعی اینجا باعث شد نورستان به عنوان پارک ملی شناخته شود. تلاش برای کمک به مردم و رفع موانع بر اثر سیل در پکتیا جنوب شرق کشور. اینجا هم از شب گذشته بارش باران به شدت ادامه داشته و راه‌های مواصلاتی بسیاری را مسدود کرده. تیم‌های بهداشتی و ماشین‌آلات جهت پاکاری مسیر و نجات مردم به این ولایت هم رسیده. مردم که از سیل اندوهگین شدند، از کمک فوری پلیس خوشحالند. پلیس واقعاً سر وقت رسید و مردم را نجات داد. کار پلیس باعث شد که راه‌ها دوباره باز شوند. امروز در کابل هم باران شدیدی آمده. اداره هواشناسی وقوع بارندگی شدید و سیل را در دست کم 10 ولایت از جمله کابل پیش بینی کرده. در این شرایط نگرانی درباره آمادگی دولت برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیل خیلی بیشتر از قبل شده. ارگ ریاست جمهوری به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ادارات مربوط دستور داده تا به متضررین کمک‌های فوری ارسال شود. شمار زیادی از آسیب دیدگان بی خانمان شدند و نیازمند سرپناه و مواد غذایی هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته در تلاش رساندن بسته های غذایی به نیازمندان است. افغانستان به دلیل اقلیم ویژه‌اش کشوری سیل خیز است. اوایل امسال نیز ریزش باران بهاری و جاری شدن سیل در افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. 21 ولایت از 34 ولایت کشور در مقابل سیل و رانش زمین از آسیب پذیری بیشتر برخوردارند و در ولایت‌های شرقی و شمال شرقی خطر این حوادث بیشتر است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. رئیس جمهوری ایران میگوید دولت با مجانی کردن برق 30 میلیون نفر دارد یک آرزوی 42 ساله را برآورده میکند. اشاره حسن روحانی به وعده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در زمستان سال 57 است که گفته بود آب و برق مجانی میشود. مدیر عامل شرکت توانیر که مدیریت شبکه برق ایران را به عهده دارد گفته این طرح باعث کاهش مصرف برق میشود. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. برای اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرتفع بشود. یکی از مشهورترین وعده های بنیانگذار جمهوری اسلامی دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، دل خوش به این مقدار نباشید. تو هوا 4 دهه بعد رئیس جمهوری ایران می گوید برنامه دولت عمل به آن وعده است. ما در شرایطی که در سخت ترین تحریم هستیم اون آرزوی 42 ساله رو برآورده کردیم، اعلام کردیم در هفته دولت. اونهایی که برقشون کم مصرف هست و تو لیست کم مصرف ها قرار دارند از تخفیف 100% برخوردار خواهند شد. اینم 1 میلیون 2 میلیون نیست، بیش از 30 میلیون نفر در این کشور برقشون مجانی شد. طبق مصوبه دولت در ماهای معتدل و سرد سال خانواده هایی که مصرف برقشان ماهانه کمتر از 80 کیلووات ساعت باشد دیگر پولی بابت آن نمی پردازند.
این سهمیه در ماه‌های گرم سال در مناطق معتدل و سردسیر کشور 100 کیلووات ساعت در ماه می‌شود و در مناطق گرمسیر به 150 تا 400 کیلووات ساعت در ماه می‌رسد. به گفته شرکت توانیر، با اجرای این طرح که دولت آن را برق امید نامیده، نه تنها 8.5 میلیون خانوار دیگر پولی بابت برقشان نمی‌پردازند، بلکه مصرف هم کاهش پیدا می‌کند. مدیرعامل شرکت توانیر گفته با اجرای این طرح 9 میلیارد کیلووات ساعت از مصرف برق کاسته می‌شود و از انتشار 9 میلیون تن گاز دی اکسید کربن به جو جلوگیری می‌شود. این میزان همچنین معادل صرفه‌جویی 1,800,000 بشکه نفت و جلوگیری از قطع 320 میلیون اصل درخت است. این 160 مگاوات نام هر کدوم 160. رشد سریع مصرف برق باعث شده ایران هر سال نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدیدی داشته باشد. به گفته دبیر سندیکای برق، البته وزارت نیرو 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکارانش در صنعت برق بدهکار است. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد مصرف سالانه برق خانگی در ایران در 15 سال گذشته 2 برابر شده و از 44 میلیارد کیلووات ساعت به 89 میلیارد کیلووات ساعت رسیده. مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید برق یکی از مهمترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین است. ایران هم با امضای پیمان پاریس تعهد کرده که تولید گازهای گلخانه‌ایش را کاهش دهد. برای رسیدن به این هدف، در کنار توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیاری از کشورها به دنبال کاهش مصرف انرژیشان هم هستند. به همین خاطر خیلی از دولت‌ها مشوق‌هایی برای عایق کردن خانه‌ها و نصب سیستم‌های سرمایش و گرمایش مدرن با بازدهی بالا ارائه می‌کنند. دولت ایران اما ظاهراً معتقد است راه کاهش مصرف انرژی رایگان کردن برق است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. و ما اگه فوتبالی هستید حتما شنیدید که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا، بعد از 2 دهه توپ زدن در این باشگاه رسما درخواست انتقال به باشگاه دیگری رو کرده. این پر سر و صدا ترین انتقالیه که دنیای فوتبال تا به حال شاهدش بوده. هواداران میلیونی بارسلونا در سراسر جهان که هیچ وقت چنین روزی رو پیش بینی نمی کردند، حالا به شدت خشمگینند. پوریا ژافره گزارش میده. دغدغه این معترضان خشمگین در بارسلون جدایی کاتالونیا از اسپانیا نیست. آنها برای جدایی دیگری عصبانی هستند. طلاقی بعد از 2 دهه بین لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم، و باشگاه بارسلونا. طلاقی که حالا اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. شرایط برای همه ناراحت کننده بوده. هیئت مدیره فعلی باید مدت‌ها قبل استعفا میداد. نتایج ضعیف، مدیریت ضعیف، هیچ کار مثبتی نکردن و دارن باشگاهو داغون میکنن. معلومه که مسی میخواد بره. مدیریت باشگاه فاجعه بوده. مسی تنها دلخوشی ماست. نباید بره. اون خودش همه چیزه. سمبل بارسلوناست. بهترین بازیکن جهان از نظر خیلی ها و بهترین در تاریخ از نظر بعضی ها. در سن پایین وقتی استعدادیاب ها متوجه پتانسیل ناب او شدند، خیلی سریع مقدمات سفر مسی و خانواده اش از روزاریا در آرژانتین به بارسلون فراهم شد. او حالا تمام 15 سالی که حرفه‌ای فوتبال بازی کرده را در بارسلونا گذرانده. اما با نتایج و وضعیتی که باشگاه امسال در آن قرار گرفته، به خصوص شکست تحقیرآمیز 8-2 جلوی بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان، انگار داستان عاشقانه مسی و آبی اناری ها به پایان رسیده. مسئله‌ای که تا این لحظه حتی انتخاب یک مربی محبوب جدید هم نتوانسته رضایت طرفین را جلب کند. مسی و تیم حقوقی او میگویند قرارداد جوری تنظیم شده که او اجازه دارد یک طرفه در پایان فصل آن را فسخ کند. وکلای بارسلونا میگویند ضرب العجل درخواست انتقال تا 20 خرداد ماه بوده و حالا مسی باید به آخر سال قراردادش متعهد باشد. باز وکلای مسی در جواب میگویند که به دلیل وقفه کرونا و کش داده شدن این فصل اجازه قانونی خروج از باشگاه را دارند. شاید حالا سوال مهمتر این است که مقصد بعدی مسی کجاست؟
اگر دشمن قدیمی رئال مادرید را به دلایل واضح از گزینه‌های محتمل حذف کنیم، منچستر سیتی طبیعی‌ترین انتخاب مسی به نظر می‌رسد. تیم پولدار شمال انگلیس هم از عهده تعهدات مالی حقوق ستاره آرژانتینی برخواهد آمد، همین که مسی قبلا با کادر فنی و مدیریت منچستر سیتی در بارسلونا کار کرده و آشنایی دارد. اگر هم به هر دلیلی انتقال به منچستر سیتی عملی نشود، سه باشگاه غول‌پیکر در سه لیگ معتبر منتظر مسی هستند: پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد و اینتر میلان. چه مربی و چه بازیکنی است در دنیا که نخواهد این اعجوبه را در سالهای پختگی فوتبالش در تیمش نداشته باشد؟ پوریا جعفره، بی بی سی. جوردی خیل، خبرنگار روزنامه ورزشی اسپورت از بارسلون با ماست. آقای خیل، فکر میکنید که آیا شاهد پایان یک رابطه عاشقانه هستیم؟ بله، من فکر میکنم که گزینه دیگری برای بازگشت مسی وجود نداره. او تصمیم گرفته که بارسلونا رو ترک کنه و امروز رئیس باشگاه بارتولومئو سعی کرد که با او صحبت کنه، اما مسی نمیخواد که نظرش رو عوض کنه، تصمیمش عوض کنه و بارسلونا رو ترک خواهد کرد. دیشب خیلی‌ها میگفتن که اگه رئیس باشگاه بره ممکنه مسی بمونه. چقدر به نظر شما شدنیه؟ نه، رئیس باشگاه گفته که ادامه خواهد داد به کارش در باشگاه و مسی هم میشناسیمش، میدونیم که در رسانه ها خیلی صحبت نکرده، ولی خب نزدیکانش صحبت کردن. مسی کسی نیست که نظر خودش رو به واسطه تصمیم رئیس باشگاه عوض کنه. زمان او در باشگاه به پایان رسیده و فکر میکنم که واقعا راهی وجود نداره که تصمیم خودش رو عوض کنه. احساس خودتون چی بود وقتی خبر رو شنیدین؟ شگفت‌زده شدم، مخصوصا به خاطر نحوه انجام شدن این قضیه، چون فکر می‌کردم که احتمالاً شاید در رسانه‌ها صحبت می‌کرد یا در شبکه‌های اجتماعی، اما نه با مدارک رسمی که به باشگاه دفتر باشگاه فرستاده شد. به نظرم یک راه سردی بود برای خداحافظی کردن با باشگاه تمام زندگیش به نظر من. اساسا فکر میکنید که این 20 سالی که مسی با بارسلونا بوده چقدر احساس تعلق به بارسلونا داشته؟ فکر میکنم حس تعلق او به خصوص به باشگاه به فوتبال قوی بود. او عاشق بارسلون بوده چون باشگاه به او کمک کرد وقتی که اون یه بچه بیشتر نبود، بهش کمک کرد که رشد کنه، که تحصیل هم کنه، یاد بگیره و تحصیل حتی برای اینکه یک انسان بهتری بشه، ولی خب ترجیح میده که میخواد زندگیش رو از بارسلونا و کاتالونیا خارج کنه، میخواد با مردم آرژانتین و دوستان آرژانتینیش ادامه بده، با فیلم‌های آرژانتینی، با مردم آرژانتین. در بارسلونا زندگی میکنه ولی خب او عاشق مردم آرژانتینه. فکر میکنی که دعوای حقوقی و بحثی که درباره خروج مسی از بارسلونا داره در میگیره چقدر طول بکشه؟ فکر میکنی که ممکنه تا 2021 به نتیجه برسه؟ دارن سعی میکنن که این دعوا کوتاه باشه، ولی خب من نمیدونم که آیا موفق خواهند شد. اختلاف بین دو طرف اختلاف بزرگیه. باشگاه فکر میکنه که او یک قراردادی داره و نمیتونه که به قرارداد عمل نکنه، پایبند نباشه. وقتی
700 میلیون یورو مبلغ خیلی زیادیه، 700 هزار یورو، ولی خب لئو فکر میکنه که میتونه از این قرارداد سرپیچی کنه، قرارداد رو ترک کنه. برای این یک جنجالی که در نهایت فقط یک قاضی در سیستم قضایی میتونه راجبش تصمیم بگیره، و اگه کار به اونجا نکشه خب قبلش باید یک توافقی خارج از دادگاه در ملاقات‌های آینده‌شون برسن، به ویژه قبل از روز یک شنبه، برای اینکه روز یک شنبه بارسلونا باید که بره به جلسه تمرین، و خب مهم اینه که این مهمه که قبل از اون روز به یک توافقی برسن. بسیاری این احتمال رو میدن که مقصد بعدی او منچستر سیتی باشه، با توجه به اینکه تیم و کادر فنی منچستر سیتی بسیارشون در گذشته در بارسلونا بودن. آیا فکر میکنید میتونه مقصد مناسبی برای مسی باشه؟ I think so. بله، ولی خب منچستر سیتی اونجا میتونه دوباره از فوتبال لذت ببره. این بزرگترین مشکل رو در بارسلونا است، برای اینکه عصبانیه، چون اینجا برنده نمیشه و دیگه از بازی در بارسلونا الان لذت نمیبره. در منچستر سیتی پپ گواردیولا رو داریم، مربی که او باهاش نشون داده که بهترین نسخه لیونل مسی رو با پپ گواردیولا شاهد بودیم، با هم دیگه جور هستن و برای او الان پول مهم نیست، مهم برای او اینه که از فوتبال بازی کردن در این سالهای اندکی که از کریرش از فوتبال حرفه‌ایش باقی مونده از بازی کردن لذت ببره. بنابراین احتمالاً بهترین گزینه برای رفتن او همین منچستر سیتی است. متشکرم جوردی خیل، خبرنگار ورزشی از بارسلونا. همه‌گیری جهانی بیماری کووید 19 شیوه زندگی انسان‌ها را در سراسر جهان تغییر داده. روشنه که همه ما تحولات جدیدی در زندگی پیش رو داریم، اما آیا توانایی پیش‌بینی این تحولات و کنترل اونها رو هم داریم؟ آیا این فرصتی برای بازنگری در آینده جهان ماست؟ سه متفکر مشهور جهان نظرشون رو در این باره با ما در میون گذاشتن. بحران همه‌گیری کووید 19 میتونه نقطه عطفی در تاریخ بشر باشه. آغاز تحولاتی مهم در تاریخ رصد کردن مردم توسط دولت‌ها. انقلابی در شیوه تجسس درباره شهروندان در راهه، و از این به بعد جاسوسی به معنای دقیق کلمه زیر پوستی انجام میشه. تا امروز دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هر آنچه را که بیرون از بدن ما اتفاق می‌افتاد رصد می‌کردند. کجا می‌ریم، با چه کسانی رفت آمد می‌کنیم و چه کالاهایی می‌خریم. حالا با بروز بحران کرونا، دولت‌ها می‌خوان بدونن که داخل بدن ما چی می‌گذره. جمع‌آوری اطلاعات از درون بدن ما می‌تونه به اونها بگه که آیا بیمار هستیم یا نه. همزمان به اونها میگه که احساس ما درباره مسائل مختلف چیه. چرا که احساس مانند بیماری یک پدیده بیولوژیکه. جاسوسی به شیوه امروز میتونه به دولت‌ها بگه که شما چه برنامه تلویزیونی رو تماشا میکنید. اما اگر قرار باشه یک دستبند بیومتریک بپوشید که به صورت خودکار هویت شما رو تشخیص بده، دولت‌ها میتونن بفهمن که موقع تماشای برنامه چه احساسی به شما دست میده. آیا حرفم رو باور میکنین؟ بدبین هستین؟ عصبانی هستین یا ترسیدین؟ جاسوسی زیرپوستی میتونه به ایجاد بهترین نظم بهداشتی در تاریخ بشریت کمک کنه، چرا که با این روش بیماری‌های آینده شما هم قابل پیشبینیه. اما همزمان میتونه تمامیت خواهترین و دیکتاتورترین نظام‌های سیاسی رو پدید بیاره، دولت‌هایی که بیشتر از خود ما درباره ما میدونن. پلیس مخفی همه جا چشم و گوش دارد. همه این را پذیرفتند که در هر گروهی از مردم دست کم یک نفر جاسوس است و به مقامات دولتی اطلاعات می‌دهد. دولت‌ها می‌تونن بهتر از مادرانمون از ویژگی شخصیت ما با خبر بشن و بیشتر از شریک زندگیمون درباره تمایلات جنسی ما بدونن. یک دستبند بیومتریک که 24 ساعت شما رو رصد میکنه میتونه به راحتی به دولت ها بگه که آیا شما هم جنس گرا هستید یا دگر جنس گرا، از دولت خوشتون میاد یا نه. راه گریزی نیست. در پیشرفت تکنولوژی همه چیز متغیر و سیاله. اینکه آیا چنین دولت تمامیت خواهی روی کار خواهد اومد یا نه به تصمیم‌های ما در سال‌های آینده بستگی داره. امیدوارم
هممون تصمیم‌های درستی بگیریم. بعضی میگویند ویروس کرونا تبعیضی بین ما قائل نیست و همه ما را به یک اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد. این گزاره تنها نیمی از واقعیت است. میزان رنج و خسران افراد از این وضعیت در سطح جهان متفاوت است. دلیل آن هم نابرابری ادامه دار است. کشورهایی که نه کم درآمد هستند و نه پر درآمد بیشتر از همه ضرر می کنند. این کشورها 1/3 تولید ناخالص جهانی، 75% جمعیت جهان و 62% فقیران جهان را در خود جای دادند. در مقایسه با کشورهای پردرآمد، نظام بهداشتی و حمایتی ضعیف‌تری دارند. با کمبود پرسنل بهداشتی و شمار بالای بیماران در وضعیت وخیم. بگذارید به روشنی بگویم. جهان نمیتواند یک رکود اقتصادی دیگر را تحمل کند که بیش از 5 میلیارد نفر در کشورهایی با درآمد متوسط را فقیرتر کند. به نظر میرسد این بحرانی ترین شرایطی است که سازمانهای بین المللی از زمان جنگ جهانی دوم با آن مواجه شدند. دیگر زمانی برای تلف کردن نمانده. حتی پیش از شیوع بیماری کووید 19 جهان مشکلات اساسی مانند تغییرات اقلیمی و کمبود منابع طبیعی را پیش رو داشت که البته تا حد زیادی چشم بر آنها بسته بود. برای حل این مشکلات اجماع جهانی موثری شکل نگرفت، چرا که این تهدیدها مانند بیماری کووید 19 مهلک و آنی نبودند. کرونا یک تهدید قطعی است و جان انسانها را به سرعت می‌گیرد. من پیش بینی می‌کنم که بحران کرونا ما را به سمت کارزارها و همکاری‌های بین‌المللی سوق خواهد داد. مانند آنچه که در دهه 80 میلادی برای از بین بردن ویروس آبله شکل گرفت. تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین در نهایت جان شمار بیشتری از انسان‌ها را در مقایسه با کرونا خواهد گرفت. اما یک تهدید واضح و قریب الوقوع نیست، چرا که انسان‌ها را در لحظه نمی‌کشد. امیدوارم جهان از تجربه بحران کرونا بیاموزد و به سمت یک همکاری جهانی موفق برای از بین بردن تهدیدی خاموش اما بزرگتر به نام تغییرات اقلیمی حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، تراژدی بحران کرونا میتواند میراثی مثبت برای بشر به جا بگذارد. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. مراقب هم باشید.